سالم کرد وزیر قادر میشه. اما در مورد امام ابو حنیفه لمس زن موجب نقض وضو نیست. در مذهب امام مالک مذهب معتدل بین این دوتا دیگه اگر کسی که در اثر شهوت دست زنش را لمس کرد یا بدن زنش را لمس کرد وضوع باطل میشه. اما بسیاری از علمای معاصر نظرشون بر این است که با توجه به حدیثی که از حضرت عایشه روایت شده که پیامبر دست بدن ایشان تماس گرفت و بدن ایشان را لمس کرد و پیامبر بازم به خواندن نمازشون ادامه داد. علمای معاصر اکثرا نظرشون بر این است که لمس بدن زن و مرد موجب نقض وضو نمیشه. و نمونه تمین است که اکثر شافعی مذهبی که برای انجام مناسک حج به مکه و مدینه تشریف میبرن در آنجا از امام ابو حنیفه تقلید میکنن، به خاطر اینکه در آنجا بر اثر تماسهای مکرر زن و مرد با هم دیگر اگر برای هر تماس مجبور بشن که وضو بگیرن موجب مشکلات زیادی میشه. بله استاد، یه خواهش داشتم. از زعفران میگن ظاهرا میکروفون چیز گوشی یک کمی اگر دور بگیری چون صدا خیلی با کیفیت نامناسب میرسه اینجا. متشکر میشم. اگر یک دختر و پسر نامحرم برای آشنا شدن بیشتر با یکدیگر برای امر ازدواج با هم صحبت کنند از نظر دین اسلام گناه است یا خیر؟ البته اگر این امر با اطلاع و اجازه والدین باشد و شاید هم به ازدواج ختم نشود. ببین اولا کردن زن و مرد با هم دیگر یا دختر و پسر با هم دیگر برای ازدواج نه تنها نظر شرعی اشکال ندارد بلکه حتی واجب هم هست. و حتی میبینیم که یکی از اقسام نظرهایی که نظر شرعی درست هست اشکال ندارد نظر دختر و پسری است که میخوان با هم دیگر عقد بکنن و با هم دیگر ازدواج بکنن. و دین اسلام دین منطق است، دین اسلام دین واقع است و دین اسلام دین جامعه است و دین انسان هاست. دین اسلام دین تئوری و دین خیال و فرضی و اینها نیست. ما بارها داشتیم در صد اسلام کسانی که می رفتن برای ازدواج و می اومدن با پیامبر اسلام مشورت می کردن، پیامبر به آنها توصیه می کرد که حتما بروید و دختر مورد نظر خودتون رو ببینید. یکی از مسلمانان نزد پیامبر اسلام آمد و گفت که از یکی از زنان انصار خواستگاری کردم. پیامبر فرمود آیا او را دیده ای؟ آن مرد مسلمان گفت نه. پیامبر فرمود برو او را ببین، چون که در چشم زنان انصار یک چیزایی هست. یا مغیره بن شعبه اومد خدمت پیامبر اسلام تازیتون اجازه بخواد یا بهتون خبر بده که میخواد با یک زنی خواستگاری بکنه. پیامبر فرمود آیا او را دیده ای؟ مغیره گفت نه. پیامبر فرمود برو او را ببین که برای ادامه زندگی شما این عمل بهتر و شایسته‌تر است. یعنی خود پیامبر اسلام توصیه کردن. بنابراین مثل زمانهای گذشته نیست که متاسفانه بسیاری از دختران جایی که خبر داشته باشن آنها را به عقد افرادی در می آوردن یا خیلی از پسرها به خاطر شرم و حیا یا به خاطر دوری از وطن و از خانواده پدر مادر برای آنها خواستگاری میکردن و از طرف آنها دختری رو به عقدشون در می آوردن. امروز با توجه به وضعیتی که هست بهترین راهی که اسلام برای آشنایی و برای تحکیم بنیاد خانواده ارائه داده است و در سنت پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام هم نشان داده شده است، بهترین راه انس و الفت و معاشرت برای یک زندگی مملو از مسالمت، تفاهم و شیرینی و برای ایجاد یک جامعه بهتر این است که دختر و پسر همدیگر را به خوبی بشناسن، همدیگر را نگاه بکنن و از نظر ظاهر هم همدیگر را به خوبی بشناسن تا بتوانن در آینده انشاءالله اگر با همدیگر ازدواج کردن زندگی مملو از خوبی و از اطمینان و از زیبایی و از شیرینی داشته باشن انشاءالله. پس صحبت کردن با این شکل مشکل نیست در حد شرعیش، یعنی نه زیاده روی کردن، درسته؟ ببینید گفتم که بازم این نمال اعمالو به نیاد
بله. اگر یک نفر بخواد که به خاطر بعضی از مسائل واقعا داره که هر روز دوخه رو ببیند که این از نظر شرعی بسیار گناه هست، اما اگر طرف هست ازدواج با یک دختری رو دارد از نظر شرعی اشکالی ندارد، حالا اگر این دو نفر با هم دیگر سازش کردن به توافق رسیدن از نظر شرعی نتیجه به هیچ گناهی نشدن. بله متشکرم. آقای احمدی از تهران تماس گرفتن، ایشون گفتن که ظاهرا گوسفندی رو کشتن که بعدا متوجه شدن بچه ای در شکم این گوسفند بوده و یه ذره وجدانن ناراحتن از این قضیه، خواستن حکم شرعیشو بدونن. آیا اشکالی در این اتفاقی افتاده هست یا خیر؟ از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد، چون که ایشون هدفشون این نبوده که یک حالا بچه حیوانی رو حالا از بین ببرن یا تلف کنن، بنابراین همچنان که دفعه اومده است زکات الجنینی زکات امیهی، جایی حتی علما گفتن که اون حیوانی که ذبح میشه ذبح این حیوان به جای ذبح همون جنین هم کافی است. ایشون چون قصد و نیتش قصد و نیت خوبی بوده و میخواستن یک ثوابی ببرن، بنابراین از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و خدا را شکر که ایشان انسان بسیار با وجدان و مسلمان بسیار دلسوز و مسئول و متعهد است که حتی برای از بین بردن جان جنینی احساس مسئولیت می کند. ایشان از نظر شرعی نباید عذاب وجدان بکشن و هیچ مشکلی نیست. بله همین روحیه حساس ایشون سوال بعدی ایشون رو طرح کرده و اون اینکه در کارشون میگن که من ظاهرا مغازه دارن یا جای مشغول هستن در تهران، مشتریایی که میان نسبت به بعضیا مثلا وسواس دارن، شک دارن، یه جوری دغدغه های روحی درشون هست، خواست ببینن چه جوری میتونن اینو حل بکنن در خودشون. ببینید ما باید به جامعه خودمون نگاه بکنیم. درسته که احتیاج برای انسان مسلمان بسیار خوب است، الحرام و بین و الحلال و بین هم داریم و بین ما امور مشتبهات، بنابراین انسان مسلمان تا جایی که میتوند مسائل شبهه انگیز باید دوری بکند، اما انسان دیگه نباید که زیاد چنان دقتی به خرج بده که دچار گناه و بیماری بسیار ناگوار وسوسه بشه. ما یه داستان تاریخی داریم که حضرت عمر رضی الله عنه با یکی از دوستانش از جایی رد میشدن، یک زنی از یک خونه ای به اسم این مدار آب ریخت، بعد آب ریخت و روی بدن لباس اینا و لباس اینا خیر شد. این همراه حضرت عمر خواستن برگردن سوال بکنن که اینای این آب پاک بوده یا نجس بوده. حضرت عمر شکری بود که آب پاک بوده. یعنی در اسلام ما باید که اسلام دین یسر است، دین آسانی است، دین سهولت است. اسلام نمیخواد که مسلمان ها را دچار احتیاط های شدید و احتیاط های بکنه که متاسفانه بسیاری از افراد در آخر به اصطلاح دچار یک بیماری خطرناک وسواس میشن که همه باید که از وسواس و از وسوسه های خطرناک به خدا پناه ببریم. یعنی شما پیشنهادتون این است که همه چیز با دیده مثبت نگاه بکنه قبل از اینکه منفی نگری درش ایجاد بشه تا وسواس ازش دور بشه. یعنی ما باید خودمون داشته باشیم، یعنی ما باید جامعه خودمون نگاه بکنیم، اما اگر کسانی افراد در جامعه اشتهار به مسائل رعایت نکردن حرام دارن یا رعایت نکردن حلال ها دارن، انسان اگر افرادی رو به شخصی بشناسد خب اصلا باید با معامله کردن با اینها احتیاط بکنند، اما وقتی که طرف کسی رو نمیشناسد ما به ظاهر افراد نگاه میکنیم و حکم به ظاهر افراد میکنیم. همچنان که پیامبر فرموده است نحن نحکم بالظواهر والله يحكم شيء بالسرائر، خداوند است که به قلب ها آگاه است و ایشون در اساس نیت در مورد افراد حکم میکنند. بله سوال بعدی اگه اجازه بدید من از ایمیل ها باز میخونم براتون، در مورد حکم کسی که منکر حدیث است چیست؟ بله یعنی افرادی هستن که حدیث رو قبول ندارن، میگن فقط به قرآن باید استناد کرد، حکم یه همچون افرادی چه خواهد بود؟ ببینید این افرادی که میگن حسنا کتاب الله، این افراد به نظر من اسلام را نشناختن و از دین هیچ گونه آگاهی درستی ندارن، چون که ما در اسلام دو تا مبدا ارزشمند مهم و اصولی داریم که یکی از آنها کتاب خداست و دیگری سنت پیامبر است.
این افرادی که معتقدن که ما نیازی به احادیث نداریم و نیازی به سنت پیامبر نداریم، مطمئنن قرآن خوب نخواندن و اصلا به قرآن خوب عمل نمی کنن، چون که خود قرآن بارها اشاره کرده است که وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. آیا کسانی که این آیه از قرآن را خونده باشن نمیدونن که به هر صورت آنچه که در قرآن اشاره شده است پیامبر اسلام به عنوان مبین و مفسر قرآن است؟ قرآن صادق هم دست که ما و نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن را بر تو فرستادیم که تو برای مردم بیان بکنی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و من یطع الرسول فقد اطاع الله و این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بنابراین این همه آیات در قرآن دلیل بر این است که ما نمیتونیم که قرآن را بدون کمک سنت بفهمیم. در قرآن بسیاری از آیات مجمل هستند، بسیاری از آیات عام هستند، بسیاری از آیات مطلق هستند. در صورت ما بدون استفاده و بدون پیروی و تبعیت از سنت پیامبر اسلام نمیتونیم که از این آیات استفاده کنیم. جالب است که من نکته رو خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. کسانی که از یهودیان مستشرقان و افراد گمراهی که راویان حدیث پیامبر را زیر سوال میبرن و راویان حدیث پیامبر تهمت میزنن و تلاش میکنن که این راویان بزرگ و مثل صحابه پیامبر را مخدوش کنن، هدف مهم آنها این است که اگر شما یک راوی را معتبر ندانستی و عادل ندانستی، همه روایات ایشون به طور کلی قابل قبول نیست، و اگر روایات متهم شدن و مخدوش شدن و زیر سوال رفتن، مطمئنن منبع اصلی دیگر ما که قرآن است چی؟ به هیچ وجه قابل فهم نیست. پس بنابراین هدف این افراد نه مبارزه با حدیث، مبارزه با قرآن است. بنابراین ما امروز هیچ چاره‌ای نداریم جز این که ما به قرآن به عنوان دومین، به سنت به عنوان دومین منبع اسلامی، همچنان که در کتاب‌های اصول فقه به آنها اشاره شده از هم، چون که حدیث مذکور معاذ که پیامبر اسلام هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن فرستاد از ایشون سوال کرد، اگر تو به یمن رفتی و سوالی از شما پرسیدن و مسئله رو در عنوان قضاوت به شما ارجاع دادن چیکار میکنید؟ گفت به کتاب خدا حکم میکنم. پیامبر فرمود اگر در کتاب خدا نبود، گفت به سنت پیامبر. فرمود اگر در سنت پیامبر نبود، گفت اجتهاد میکنم و کوتاهی هم نمی‌کنم. پیامبر خدا را ستایش کرد و سپاس گزاری کرد که فرستاده خدا از چنین عقل فقهی برخوردار است. بنابراین ما باید به سنت پیامبر، حتی افرادی معتقدان به زبان ما، سنت پیامبر در مقام و مرتبه قرآن است. چرا؟ چون که سنت مفسر است و مبین است و مفسر و مبین نمیتونه که مرتبه پایین‌تر از مبین یا مفسر داشته باشه. متشکرم. به هر حال در کنار هم میتونن حکم صادر کنند، قرآن و مفسرش احادیث، همینطور که شما فرمودید. سوال برای فهم قرآن بدون مراجعه به سنت پیامبر نمیتونیم قرآن را به تنهایی بفهمیم. بله. سوال بعدی در مورد سنگسار هست. نوشتن که در قرآن آیا سنگسار وجود دارد؟ یعنی آیه‌ای هست که در مورد سنگسار گفته باشه و مفصلا در مورد این توضیح خواستن که چرا حکم سنگسار انجام می شود وقتی که در قرآن نیست. ببینید، در مورد حکم سنگسار این یک به بحث اختلافی در بین علما و حتی علمای معاصر، بسیار مثل شیخ بزرگ شیخ طه جابر الوانی و بسیار علمای دیگر، اینا معتقدند که این حدیث سنگسار به وسیله آیه تازیانه زدن در قرآن نسخ شده است. ایده معتقدند که حالا هرچند در زمانهای اولیه فرقای مثل خوارج معتقد به سنگسار کردن نبودند، بعضی از علمای اسلامی معتقدند که آیه سنگسار از شیخ و شیخه ازار زنیا فردی موهما البتته، بعد اینا میگن که
این آیه، ادامه می‌دهم که این آیه